داریم میریم به سمت نیویورک، 2 ساعت و نیم راه هست. توی کامنت ها اگه سوالی داشتین بپرسین، سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی جوابشون رو براتون بدم. ببینیم امروزمون چجوری میگذره تو نیویورک. تو مسیرم برای دستشوی استراحت نگه داشتیم، همینجا میتونین وسایل بخرین و این بر انواع نوشیدنی ها هست که میتونین بگیرین، چایی و قهوه و آب داغ و هر چیزی که بخواین. این بر هات داگ، انواع نوشیدنی ها، خوراکی ها، صندلی ماساژ، اونورم دستشویی و رستوران ها. این بر دستشویی خانوادگی هست، بعد این بر اونور دستشویی خانوما و آقا ها هست و این سمت هم که انواع رستوران ها، برگر کینگ و سابوی و رستوران های دیگه. این بر هم محل غذا خوردن. تقریبا همه جا رایگانه. از اینجا آب داغم پر میکنم، تو ماشین چایی دارم. آب خنکم رایگانه، میتونین آب خنکتون رو همه جا پر کنین، یعنی با این دستگاه ها میتونین رایگان پر کنین. کل منت رو میذارین اینجا، آبش پر میشه. اینم خود به خود داره میاد، سنسور داره وقتی جلوش پایی میستی میاد. جمع کلای مشهوره، میگه الله این چیه؟ رسیدم، تیوب بود فکر کنم، ترکی بود، تایر بود یا تیوب بود فکر کنم، ترکیده بود. از اینجا وارد نیویورک شدیم، ایالت نیویورک، وسط این پل. ستارتان که امروز گلستان تا گلستان گیتشین زد. خب داریم میریم یه رستوران ازبکستانی. من خیلی غذای ازبکستانی دوست دارم. این منطقه از بروکلین، ترک ها خیلی زیادن اینجا، ترک های ترکیه و آذربایجان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و کلا ترکستان قدیم زیاد هستن توی منطقه و فروشگاه ترکی، رستوران های ترکی خیلی زیاد میبینیم. ویدیو رو باز میذارم که یکم این منطقه رو ببینین. حالا فردا ویدیویی که میذارم احتمالا یه بریم سمت نیوجرسی، فردا یه کاری هم اونجا دارم و تو چی میگن اسلامو تایم لپس میذارم که از مسیرم ویدیو بگیرم. حالا یه چند دقیقه ای شاید خوشتون بیاد. اگه دوست داشتین کامنت کنین. من تو کوینز و برونکس و بروکلین زندگی کردم قبلا و آشنایی دارم با این منطقه. بریم یه رستوران ازبکستانی، یه چند دقیقه 3-4 دقیقه فاصله داره از اینجا، بریم با هم ببینیم. یه شراخ سبز شم. زندگی تو یعنی نیویورک همه جاش مثل هم نیست. نیویورک خیلی بزرگی ایالتش. این منطقه ای که نیویورک سیتی بهش میگن، این 5 تا شهری که ببینم داشت ماشالله خیلی ماشینه، تو این منطقه ای که برونکس و بروکلین و منهتن و لانگ آیلند و اینا، کوینز، زندگی تو اینجا یه جذابیت خاصی داره. انگار یکی از شهرهای شلوغ ایران هستین و جای خوب داره، خیلی سرسبز ها، یعنی کلا خیلی سرسبز شرق آمریکا چون بارون هم زیاد میاد و زندگی خیلی تو شهریان داره.
ولی برای من خود من ترافیکش رو نمیدونم، گرونیش رو نمیدونم، آب و هواش زیاد جذاب نیست در کل. اگه بهم بگم مثلا بین کالیفرنیا یا نیویورک کدوم انتخاب میکنی، 100% کالیفرنیا، چون برای من آب و هوا خیلی اولویت داره. و اگه بگم تو شرق آمریکا کجا میخوای باشی، یعنی انتخاب دیگه ای نداری باید شرق باشه، احتمال زیاد واشنگتن دی سی رو انتخاب میکنم، چون به نظر من خیلی جذاب تر برای زندگی. میگم نیویورک باید یکم سیستمش فرق داره، ولی در کل واشنگتن دی سی خیلی جذاب تره. سیمای برق رو میبینی؟ نه. اینجا همین رستورانیه که اومدیم، بریم ببینیم غذاهاشون چطوره. ریویوش که خوب بود. اشتباه گفتم، اینجا رستوران آذربایجانیه که غذای ازبک و ترکیه رو هم دارن. پشتمون هم اومد، پیته بهش میگن، اینم کفته بزباش. خلاصه جاتون حسابی خالی، کفته هاشون بدک نیستن. اینم که آب پشتش بود، یکم فرق داره دیگه با آب پشت ما. خب این غذا هم اومد، این همون خورشت هویجه، خودمونه یه جورایی خورشت هویج، یه شاشه خورشت تو ازبکستان بهش پیلاف میگن، نه آش میگن، تو بعضی کشورها پیلاف میگن، پیلاف که همون پلو دیگه، بعضی کشورها بهش آش میگن و خیلی غذای جذابیه، ولی باید تو رستوران درست امتحانش کنیم. این هم کباب لوله ها، جاتون حسابی خالی، اینجوری سرو میکنن، جاتون حسابی خالی اینجا. این هم قیمتاش، آبگوش رو میدن تقریبا 13 دلار، کوفته رو میدن تقریبا 9.5 دلار، ازبک پلاف یا همون برنج پلو آش هرچی، ازبک پلاف میدن 11 دلار تقریبا، و کبابا هم دونه 8.5 دلار، سیخی 8.5 دلار، و 10% هم شارژ میکنن برای سرویسی که میدن و مالیاتش هم شد، یعنی 8% هم بودن 9% برای مالیات شارژ میکنن و حدودا کلن شد 62 دلار. میگه اگه کش بدی میشه 60 دلار، 2 دلار تخفیف میدم بهت. خب غذا رو هم خوردیم، الان بریم دنبال کارامون. جاتون حسابی خالی. خب دوستان داریم میریم به سمت نیوجرسی و تایم لپس میذارم که مسیر رو هم ببینین، یا نمیدونم آخر ویدیو بذارم تایم لپس رو یا الان بذارم. اگه دوستان داشتی میتونیم بزنین جلو، جلوتر میریم چند تا فروشگاه، فروشگاه ترکی سری وسایل بخریم، به چند تا هم جلسه دارم اونجا. و اینجوری ممنون که میبینیم ویدیوها رو. الان اینجا بعد از این تقاطع بیام بیرون، کلی ماشین با سرعت خیلی زیاد میاد، بالاخره زدیم بیرون. تایم لپس میذارم بقیه شو.
اینجا یه منطقه یه که بیشتر ترکیه یا زندگی میکنن و فروشگاه های ترکی هست. این نیو جرسی مخصوصا این قسمت پترسون ترکیه ای خیلی زیاد هست. از ایران و بعد از عرب هم زیاد هستن ولی ترکیه هم خیلی دوست دارن اینجا رو. عجب تشادفی کرد نشان بچه تصادف. خب اومدیم این فروشگاه ترکیه‌ای. این از قسمت میوه و سبزیجات و سیب زمینی و اینا. قیمت ها رو پوندی نوشته، من سعی میکنم به کیلو بگم که قابل درک تر باشه. انگورا کیلوی تقریبا 7 دلار، این شفتالو هلو کیلوی تقریبا 4 دلار، انار دونه 7 دلار، نارنگی کیلوی تقریبا 5 دلار، نکتارین کیلوی تقریبا 4 دلار، هندونه 7.5 دلار، این چیپس ها دونه 2 دلار، این یکی ها دونه 2.60 دلار، این نوشیدنی ها دونه 2 دلار. اینجا هم با سماورا هستش، از 26 دلار هست تا 170 دلار. اینی که اینجاست. این بر قسمت شوینده ها و چیزای دیگه، از سینی بگیر تا سماور و هر چیزی که بخواین اینجا پیدا میشه. نفتون دستی ها دونه 5 دلار، ظرف مسی ها از 20 دلار هست تا 40 دلار، این هم 64 دلار، 65 دلار. سیخ کباب ها دونه 12 دلار، این ساچ ها دونه 12 دلار. این برم وسایل اینجوری، این برم شوینده های دیگه، بدن شلدر ها 10 دلار، 720 میلیلیتری هاش، هم با لیوان و چیزای دیگه هم اینجاست. ربا رو انگار تخفیفتار زده 3 دلار، بعد لوبیا سفید رو زده 3 دلار، 1 کیلویی بادمجونا زده 2 دلار، 510 گرمی، یه سری تخفیف های اینجوری هم اینجا دارن. انواع ترشی و خیارشور و انواع چیزای اینجوری هم تو این قسمت پیدا میشه. برگ موها 650 گرمیش 5 دلار. باز برندهای مختلف هست، حدود 5 دلار. داخل یخچال هم تقریبا همه چیز پیدا میشه. دلمه و نمیدونم انواع شیرینجات و باقلوا و این برم باز انواع زیتونا، از 4-5 دلار هست تا 10 دلار. میبینم انواع زیتونای سیاه، این برم انواع روب، اینجا هم که باز زیتون و خیارشور و فلان. زیتون ها کیلویی تقریبا 12-13 دلار میده. ترشی مخلوط هم کیلویی تقریبا 3 دلار. اینجا هم انواع ترشی ها، قیمت 2-3 دلار، 3-4 دلار، 5 دلار، بزرگترش 15-16 دلار. این بر روغن زیتون 17 دلار یه لیتری تخفیف داره. روغن های 4.5 لیتری 11 دلار، روغن مایه 5 لیتری ها 12 دلار. این بر قسمت قصابیشونه، سوجوکا کیلوی 20 دلار و انواع گوشتارم اینجا میبینین. کفته زده کیلوی تقریبا 18-19 دلار. چرخ کرده کیلوی تقریبا 15 دلار. این برم باز انواع سوجوکا رو داره سنتی ها. این بر قسمت ماکارونی و اینا، ماکارونی هم تقریبا از 2 دلار و 1 دلار و 29 سنت و نمیدونم قیمت های 1 دلار و 19 سنت. این نه رشته هست، اینا رشته سوپ. پایینم رشته آش و
چیزای دیگه. رشته سوپا $1 و خورده‌ای. قیمت برنج هم کیلویی تقریبا $5، $6، $7 اینجوری است. اینجا هم انواع ادویه ها قیمت های $2، $3. این بر ادویه های شرکت صدف هم هست، مال ایرانی فارسی داشته روش، از $2-$3 هست تا $5-$6. این بر هم با چیزای شیرینی فروشی، آردو و سایل دیگه، سنگ آردو $2-$2.5 اینجوری هست قیمتش. این بر هم قسمت نون، نون معمولی رو میده $3. یه چیزی مثل بربری هست اینجا، بهش بربری میگن. بعد اون برای هم چیزهای دیگه. اینجا هم نون بربری ها، سبوستار، این هم نون بربری معمولی، نون هایی دیگه. قیمت نون هم از $1-$2 هست تا $4، اینا $4. اینجا لوبیا چش بلبلی هم هست، کیلوی $7. لوبیا سفید کیلوی $4.5، قرمز $4 و چیتی کیلوی $8.5. نمک ها 750 گرمی $1.5. اینجا هم انواع ادویه ها، این سماق های 340 گرمی $5.5. این یکی ها هست 250 گرمی $5 و ادویه های دیگه هم اینجا. خب این برم قسمت چیزای شیرین، یه چند تا پشمک گرفتم. از این ور از $6 هست این راحت الحلقوما، نه $5ش هم هست، ارزونتر نمیبینم، تا $9 بزرگترا. بعد اینا باز $5، یکی $6، $6 اینا هست $14. بعد این یکی هست $13. بعد این کوچیکتر ها هست $4. پشمک ها $5. این مجلسی ها، آجیلی ها $6. این برم که هم با چیزای خشک، توت خشک کیلویی تقریبا $12، انجیر $15، هم با شیرینی های خشک کیلویی تقریبا $20. خرما کیلویی تقریبا $13 و این برم باز پسته کیلویی تقریبا $16-$17 پسته کالیفرنیا. این برم انواع تخمه ها، این تخمه ها اینجا 300 گرمی $4. بعد قیمت های مختلف رو میبینیم، یه سری تخفیف داره هم هستیم پایین. این برم باز پسته و چیزای دیگه. این یه چیزی که من خیلی دوست دارم، چستناتا، $2 بسته ای. این برم انواع چایی ها هست، یک کیلویی $9 تا $12 هست یک کیلویی ها. این برم 500 گرمی ها هست و این برم قسمت قهوه هست. هم قسمت شکلات ها، شکلات خامه ای ها هم با مثلا 70 سنت. این نوتلا ها $7، 750 گرمی. این برم انواع باقلوه ها هستش، این توردا $69. قیمت ها اینجوریه دیگه، از نزدیک خودتون میبینین. این برم باز تنقلات و بیسکویت های دیگه، اینا $1.5.
یکی از 3 دلار، 2 دلار، 60 سنت. بعد این طرف انواع باقلواها، مثلا این باقلوا 36 تاییشو میدم 26 دلار، 36 تایی 25 دلار، 35 تایی 30 دلار. و اینجا هم میتونین دیساشون رو ببینید، 27 تایی 33 دلار، 24 تایی 27 دلار، این یکی هم 28 دلار، 24 تایی. و این یکی باقلوا هم 54 تایی 30 دلار، 40 تایی 35 دلار، 54 تایی 40 دلار. و دیساشون هم که اینجا، این هم 40 سنت. من عاشق این شکلات هم 5.5 دلار. این تخمه هم بسته میدن 3 دلار. چیزای تخفیف دارم گذاشتن این ور. این کره ها دوتاش 3 دلار. این خورما هم کیلوی 11 نه ببخشید، آره دیگه کیلوی تقریبا 11، دوتا پوندش رو میدن. این یکی هم کیلوی تقریبا 19. اینجا هم انواع پنیرا، قیمتاشون اون لبنه از 4 دلار هست تا 6 دلار، 7 دلار. و این برم باز پنیرهای مختلف هست، فتا از 19 دلار و 10 دلار و 22 دلار. رو بعد این پایین باز 8 دلار و 20 دلار، 20 دلار، 12، 6 دلار. اینا پنیر فتا ها، نباشه 7 دلار، یکی و 6 دلار. بعد ارزون ترینی که میبینم اینا هست 4 دلار، گردا هست 6 دلار، پنیرهای سفید 750 گرمی 9 دلار، این کره ها 15 دلار، 907 گرم هست. بعد اینجوری قیمت های مختلف رو میتونین ببینین. من باید یه ماست بگیرم. این برم باز انواع پنیرهای مختلف هست و این پنیرها خیلی خوشمزه. اینجا هم انواع نوشیدنی های گازدار از 3-4 دلار هست تا 7-8 دلار، بسته 6 تاییش. بر بسته 24 تایی رو زده 10 دلار با تخفیف. اینجا هم که بادمجون و فلفل و جعفری و اینجوری. آقا باز بعدم فیلم میگیرم، به من بگین اگه خوشتون میاد از این مدل. اینجا هم گردو، موز ارزون ترین میوه است تو آمریکا، گوجه، بادمجونای کدو، چیزای دیگه. اینجوری اگر خوشتون اومد بگین لطفاً تا من هم در جریان باشم و بیشتر فیلم های اینجوری بگیرم براتون. شب و روزتون خوش. آخ اینو نگرفتم. یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم این وافل بهش میگن 40 سنت. اینجا وافل میگن ها، اسمش یادم رفت، یه اسمی داره هلندیه دیگه، یه اسم قشنگی داره یادم رفت، شما بگین. ماست و دوغم اینجاست، میخواستم ماست بخرم، گفتم اینم از فیلم بگیرم. این برم انواع دوغ، این برم که باز انواع خوردنی ها. اینم اومدیم رستوران لبنانی، ببخشید فلسطینی. اینم این مقبوله هم اومد، سالاد و ماست و از این چیزای افغانستانی یادم رفت اسمشون، و کلی گوشت.
واقعا خیلی زیاده گوشتش، جاتون حسابی خالی.